سلام، اینجا درنگ و توی این ویدیو با واکنش و حمله شاخهای مجازی به شهاب مظفری برای دیس به یاس و رپ خوندن با شما هستیم. پس همینجا بمونید و جایی نرید تا با همین واکنش ها رو ببینیم. شهاب مظفری خواننده پاپ کشورمون روز گذشته یک آهنگ رپ با موضوع دیس یاس خواننده سرشناس رپ کشورمون منتشر کرد که واکنش های زیادی رو به همراه داشت. حالا اصلا چی شد که یهو شهاب خان تصمیم گرفتن که به یاس گیر بدن و براش دیس بخونن چیه رو الان براتون میگیم. ماجرا از این قراره که چند وقت پیش یاس خواننده رپ ایرانی آهنگی به نام سفارشی رو منتشر کرد که در اون از خواننده های مارکتی انتقاد کرد. یاس در آهنگ سفارشی به خواننده هایی که یک شبه با یکی دو آهنگ معروف شدن انتقاد کرد و گفت که این خواننده ها یک شبه معروف میشن و یک شبه هم از موسیقی میرن. حالا آقا شهاب هم ظاهرا قضیه رو به خودشون گرفتن و تصمیم میگیره که یه آهنگ دیس برای یاس منتشر کنه که به عنوان سمی‌ترین آهنگ دیس در تاریخ رپ دنیا شناخته شده. البته این کار شهاب هم از طرف رپرها و هم از طرف هواداران یاس و حتی طرفدارای خودش مورد انتقاد قرار گرفته. شاخهای مجازی هم به این حرکت انقلابی شهاب واکنش نشون دادن. از جمله داوود هزینه که خودش طرفدار صدا و آهنگهای شهاب مظفریه ولی از اینکه شهاب وارد حوزه رپ شده حسابی ناراحت شده بود و توی ویدیویی خطاب به شهاب ازش خواست که تا دیر نشده از رپ بکشه بیرون. یک شنبه است، تعطیلی اینجا، ما گرفتیم که خوابیدیم رو مبل. آقا من الان دیدم که منو تک کرده روی یه دونه از این چیزها. این شهاب مظفریه رو من خیلی دوستش دارم، موزیکای خوشگلم میخوند، صداشم باحال بود، موزیکای غم باحال، لاوای قشنگ. این رپر شده داداش، خط بد دارن بهت میدن، نکن داداش. این کسی که بهت خط داده رپ بخونی داشت میخواد از بازی بدتت بری، یا نمیدونم حاشیه داری میکنی، ولی حیفه به خدا. من صدا تو خیلی دوست دارم، من تایید کنم 80 میلیونم تایید میکنن، چون من سخت پسندم. حیفه اون همه هنرت، حیفه این همه صدا، دینم زحمت کشیدی، صدای غمت عشق کردی، ما الان رفتی رپ داری میخونی، رپ خونه همه ولش کن، نکن داداش، تنفو عوض نکن، خدایی حیفی، خط بهت بد دادن. آقا پویان مختاری هم که خودشو تو رپ خدا میدونه اومد و یه ویدیو داد بیرون و با حالت رپ به شهاب گفت که داداش تو مال این حرفا نیستی، بچسب به همون سبک قبلت. فیلم بردارم، اینجا لندنه، منطقه چلسی. شهاب بازیچه نشو، بخون همون چسناله حسی. البته بعدش از اینکه شهاب رپ خونده حسابی شاکی شد و یه تیکه سنگین بهش انداخت. کلن هر چند وقت یه بار یه شهاب میاد یه شکری از رپ میخوره و میره. قبلا اون یکی شهاب بود، الان این یکی شهابه. اوکیه، ماه بعد شهاب دیگه. اما بریم سراغ کشنده ترین واکنش قرن. اونم از طرف ندایاسیه که اتفاقی اسمش مشابه با اسم یاسه و کلن این آهنگو به خودش گرفته و با ویدیوهایی که منتشر کرده کلن رسالت شهاب مظفری رو عوض کرد. اون دوتا ریمیکس از تیکه های آهنگ دیس شهاب گذاشته که گفته میشه شهاب مظفری به بدترین شکل ممکن جامه دریده و در افق محو شده و دیگه کسی بعد از اون شهاب رو ندیده. الو یاسی چطوری؟ نارا چی میخوری؟ اومی الو یاسی چطوری؟ خیلی گرسنمه. نارا چی میخوری؟ میخوای؟ برو برای خود بخوای. شهاب مظفری متولد 7 اردیبهشت 1363 در تهران و خواننده، ترانه‌سرا و آهنگساز موسیقی پاپ ایرانیه.
اون بعد از تموم کردن تحصیلات ابتدایی و متوسطه در رشته کامپیوتر وارد دانشگاه شد و به خاطر علاقه‌مندی به موسیقی همزمان فعالیتش رو در این زمینه علاوه بر ادامه تحصیلات ادامه داد. اولین آهنگ شهاب با ترانه و آهنگسازی خودش با اسم از وقتی رفتی در سال 1387 منتشر شد. ساز حرفه‌ای اون پیانو که از کودکی یادگیری اونو شروع کرده و همچنین گیتار کلاسیک هم از سازهاییه که اون توانایی نواختن اونو داره. شهاب در سال 1396 به یک خواننده مجاز تبدیل شد و برای پخش آهنگاش مجوز گرفت. اولین کنسرت اون در 14 تیر 96 و در دو سانس در سالن همایش میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد. این در حالی بود که فروش بلیط‌های این کنسرت از ساعت 14:01 تیر شروع شد و در مدت 24 ساعت همه بلیط‌های هر 4 سانس به فروش رفت. شهاب تا الان چندین تک آهنگ و تنها یک آلبوم منتشر کرده که اون هم تو رو خواب دیدمه که در سال 91 با برنامه ریزی مجید دمیرچی و تهیه کنندگی هادی دمیرچی منتشر شد. نظر شما درباره دیس شهاب مظفری به یاس چیه؟ با دیسش موافقید؟ نظرتون رو برامون کامنت کنید. لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنید رفقا.